سلام، شب روز شما بخیر. در هر کجای دنیا که هستین به این بخش خبری خوش آمدین. دفتر علی خامنه ای روز گذشته در اطلاعیه ای از عزاداری 5 روزه خبر داد و بدین ترتیب اعلام کرد که از نظر رهبر حکومت دینی ایران روز 13 بدر امسال روز عزاداری خواهد بود. علاوه بر وی ائمه جمعه و برخی از روحانیون در قم نیز در برابر آیین 13 بدر موضعی تند گرفتند و خواستار رعایت آنچه که حرمت ایام فاطمیه مینامند شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت الله شبیر زنجانی گفته است بیشک عزاداری در ایام فاطمیه از ارکان بقای دین به شمار می آید و به خاطر آن باید با شکوه تمام برگزار شود. پیش از این و در روز جمعه احمد خاتمی در خطبه نماز جمعه تهران نیز به آیین 13 بدر شدیداً حمله کرد و آن را خرافی دانست. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفتگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت مرزبانان ایرانی ربوده شده توسط گروه تروریستی جیش العدل گفت ما تمام تلاش خود را برای آزادی سربازانمان انجام می دهیم، اما زمان مشخصی را هم اعلام نمی کنیم. قائم مقام وزیر کشور درباره رایزنی ها برای آزادی مرزبانان نیز خاطر نشان کرد. بزرگان و ریش سفیدان محل تمام تلاش خود را معطوف این قضیه کردند و امیدواریم به زودی شاهد آزادی مرزبانان ایرانی باشیم. وی درباره اینکه آیا به اطلاعات کاملی درباره کشته شدن جمشید دانایی فر دست یافته اید گفت هنوز به اطلاعات مطمئنی درباره شهادت سربازمان نرسیده ایم. 5 مرزبان ایرانی در ماه بهمن امسال توسط بهمن سال گذشته توسط گروه تروریستی جیش العدل ربوده شدند. این گروه 3 فروردین ماه اعلام کرد که جمشید دانایی فر را به دار آویخته است. ابوالقاسم علیزاده معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفته اکبر هاشمی رفسنجانی به خاطر نگاه لیبرالیستی به مسائل سیاسی و اجتماعی با علی خامنه ای اختلاف مبنایی دارد. آقای علیزاده به خبرگزاری تسنیم گفت نوع نگاه هاشمی رفسنجانی به پدیده‌های سیاسی و اجتماعی خطا و تحلیل‌های ایشان از انتخابات گذشته نیز غیر منطقی است. وی افسوده اندیشه‌های آقای هاشمی و مواضع خاص ایشان تاریخ مصرفشان را از دست داده و مردم راه خود را پیدا کردند. این روحانی محافظه‌کار اضافه کرده اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی در مورد انتخابات گذشته واقعاً برای ما جای تعجب بسیار دارد. برخی اظهار نظرهای اکبر هاشمی رفسنجانی پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی در ماه‌های اخیر با خشم گروهی از محافظه‌کاران تندرو مواجه شده است. در حالی که علی مطهری از نمایندگان اصولگرای مجلس گفت شورای نگهبان اجازه نخواهد داد مجلسی مستقل تشکیل بشود، دبیر شورای نگهبان رسما این موضوع را تایید کرد. احمد جنتی گفت کسانی که سنگر اول را فتح کردند برای تصرف مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برنامه دارند تا از این طریق مقاصد فاسد خود را دنبال کنند. اشاره دبیر شورای نگهبان به فتح سنگر اول پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته است. علی مطهری از نمایندگان اصولگرای مجلس در گفتگو با سایت محافظه‌کار نام نیوز گفته است ترکیب مجلس دهم به نوع رفتار شورای نگهبان بستگی دارد. به گفته اگر افراد مؤثر جریان اصلاحات یا مستقل را حذف کنند مجلس خوبی نخواهیم داشت. آقای مطهری اضافه کرده شورای نگهبان اجازه نخواهد داد یک مجلس مستقل یا اصلاح طلب به وجود آید و در مجموع ترکیبی با اکثریت اصولگرا و اقلیت قوی اصلاح طلب و مستقل ایجاد خواهد شد. آقای مطهری در بخش دیگری از سخنان خود هم با اشاره به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است اصولگرایان تلقی نادرستی از آقای هاشمی رفسنجانی داشتند که بیشتر ناشی از کینه شخصی بود. او گفته است در 8 سال گذشته آقای هاشمی رفسنجانی خیلی مظلوم واقع شدند و به شدت به ایشان حمله می کردند و قصد حذف ایشان از انقلاب را داشتند. مطهری همچنین گفته عده‌ای معتقد بودند همانطور که آقای منتظری حذف شد ایشان نیز باید حذف شود. بزرگترین اشتباه آقای احمدی نژاد تلاش او برای حذف آقای هاشمی بود. مردم از این نوع رفتارها خوششان نمی آید. این نماینده مجلس با اشاره به شورای نگهبان هم گفته است شورای نگهبان و محافظه‌کاران ترسیدند که آقای هاشمی بیاید و بسیاری از رشته‌های آنها را در این 8 سال پنبه شود و حقایق و اسراری آشکار شود. به گفته است
بدترین اتفاق سال را به شورای نگهبان برای رد صلاحیت آیت الله هاشمی می‌دهم. اما ساعتی پس از اظهارات علی مطهری، دبیر شورای نگهبان اظهارات این نماینده اصولگرای مجلس را تایید و تلویحاً به تیم هاشمی رفسنجانی هشدار داد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان طی سخنانی در همایش مسئولان نظارتی شورای نگهبان در مشهد نسبت به تلاش عده‌ای برای تصرف مجلس خبرگان رهبری هشدار داد و گفت عده‌ای از هم اکنون در حال برنامه‌ریزی برای تصرف مجلس خبرگان هستند. بنابراین نیازمند یک بیداری و بصیرت هستیم تا مسئولیت سنگین شورای نگهبان را به خوبی اجرایی کنیم. آقای جنتی در این حال افزوده تنها نهادی که درباره رهبری میتواند تصمیم بگیرد خبرگان است و اگر رهبر شرایط خود را از دست بدهد این مجلس خبرگان است که میتواند رهبر را عزل و قدرت وی را محدود کند. دبیر شورای نگهبان اضافه کرده در حال حاضر که عده‌ای میخواهند با نفوذ به مجلس خبرگان این سنگر را فتح کنند وظیفه شورای نگهبان سنگین تر میشود. اشاره علی جنتی از این افراد اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوریست که در ماهای اخیر گزارش‌هایی از تلاش آنها برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری منتشر شده است. محافظه‌کاران تندرو می‌گویند هاشمی با همکاری دولت حسن روحانی تلاش‌ها برای تصرف مجلس خبرگان رهبری را از قم و جلب نظر مراجع تقلید قم آغاز کرده است. انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است در اسفند ماه سال 94 همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود. در آخرین انتخابات این مجلس در آذر ماه 85 با رد صلاحیت 327 نفر تنها صلاحیت 166 کاندیدا تایید شد که کمتر از دو برابر تعداد اعضای این مجلس بود. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه عصر روز یکشنبه 10 فروردین با یکدیگر گفتگو کردند تا برای بحران اوکراین راه حلی دیپلماتیک پیدا کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها این دیدار در محل اقامت سفیر روسیه در پاریس برگزار شد و هر دو وزیر امور خارجه مقابل دوربین عکاسان با هم دست دادند و سپس مذاکرات خود را برای کاستن از بزرگترین تنشی که میان طرفین از زمان پایان جنگ سرد رخ داده است را آغاز کردند. جزئیات بیشتر در مورد این نشست از محمد رضا شاهید از پاریس. بعد از آن که آقای پوتین شخصا روز جمعه به آقای اوباما تلفن کرد و خواهان انجام گفتگوهای دوباره شد، آقای جان کری شنبه با آقای لاوروف به مدت 4 ساعت در خانه سفیر روسیه در پاریس گفتگو کرد. البته یک روب قبل از آن هم با آقای فابیوس وزیر خارجه فرانسه دیدار داشت که البته خانه سفیر روسیه چندان هم به کاخ وزارت خارجه فرانسه فاصله نداره. این گفتگوها حدود 4 ساعت طول کشید. آقای لاوروف حاضر نشد با رسانه‌های غربی صحبت کنه، با رسانه‌های روسی صحبت کرد و در اونجا بود که گفت نه روسیه نه امریکا و نه هیچ دولتی حق نداره که برای مردم اوکراین تصمیم گیری کنه. البته آقای جان کری با رسانه‌ها صحبت کرد و گفت هم ما هم روسیه خواهان گفتگو هستیم، اختلافاتی داریم ولی باید هر چه زودتر پاسخگوی خواستهای مردم اوکراین باشیم. دیدار دیگری هم امروز بین آقای لاورو و آقای فابیوس وزیر خارجه فرانسه انجام گرفت که در برنامه فردای پنجره روبه خانه پدری در مورد این دیدار و دیدارهای دیگر مفصلا صحبت خواهد شد. نکته دیگری که باید درباره انجام این گفتگوها که خوشبینی‌هایی وجود داره گفت این است که چون نیمی از دولت‌های اروپایی نیاز به گاز روسیه داشتند، آقای اوباما در نشست هفته گذشتش چه در لاهه و چه فردای اون روز در بروکسل گفت که امریکا حاضر است که تأمین کننده ماه‌ها و سال‌ها اگر لازم باشه گاز اروپا باشه. آنچه که می شود در مورد این دیدارها اضافه کرد این است که آقای لاورو و آقای جان کری روز 24 ماه مارس هفته پیش همدیگر رو در لاهه دیده بودند ولی این بار در پاریس گفتگوها صرفا در مورد اوکراین هست و کریمه. تا اونجا که خبر داریم روسیه پیشنهاد دهنده طرحی به عنوان نوعی فدرالیزم شده است که طبیعتا اوکراین رو
نمیپذیره و نوعی جدایی طلبی معنا میکنه، اما هنوز جزئیات مشخص این نوع فدرالیسم تعیین نشده و در ساعات و روزهای آینده میشود در این باره بیشتر دونست. پاریس، تلویزیون ایران فردا. کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرده است انتخابات ریاست جمهوری این کشور 26 و 27 ماه مه حدود 2 ماه دیگر برگزار می شود. ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس کل ستاد ارتش و وزیر دفاع سابق هفته گذشته با استعفا از سمت‌های نظامیش نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد. انتظار می رود السیسی که درجه ارتش بودی دارد در این انتخابات پیروز شود. بر اساس قانون اساسی مصر تنها افراد غیر نظامی می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند و به همین دلیل نظامیان باید از حضور در ارتش استفاده دهند. مقام های امنیت دریایی استرالیا اعلام کردند اجسام شناوری که کشتی های چینی و استرالیایی در منطقه از آب گرفتند مربوط به وسایل ماهیگیری یا زباله بوده است. پیشتر مقامات گفته بودند ماهواره ها اجسامی را رصد کردند که ممکن است مربوط به هواپیمای مفقود شده مالزیایی باشد. در حال حاضر 10 هواپیما از کشورهای مختلف عملیات جستجو را در این منطقه که در نزدیکی بندر پرت استرالیا واقع شده ادامه می دهند و قرار است یک کشتی استرالیایی نیز تا روز سه‌شنبه تجهیزات آمریکایی مکانیاب جعبه سیاه را به منطقه برساند. باتری های جعبه سیاه هواپیما که به طور خودکار سیگنال می فرستند کمتر از 8 روز دیگر تمام می شود. بیش از 52 میلیون نفر از واجدین شرایط در انتخابات محلی ترکیه شرکت کردند. با اعلام اولین نتایج آرا حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان از دیگران جلوتر است. این انتخابات به عنوان آزمونی برای میزان محبوبیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر به شمار می رود. در عین همین برگزاری این انتخابات درگیری های در ترکیه به وقوع پیوست که طی آن 8 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند. روز یکشنبه 10 فروردین هنگام برگزاری انتخابات محلی در ترکیه چند درگیری میان گروه‌های مخالف در مناطق گوناگون این کشور روی داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه تنها در 2 منطقه هاتای و سان لیوفا در جنوب ترکیه 8 نفر کشته و دست کم 14 نفر زخمی شدند. درگیری گروه‌های مخالف در جریان انتخابات در ترکیه امری عادی به شمار می‌رود و در سال‌های گذشته نیز رایج بوده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد بیشتر کشته شدگان اهالی روستایی در جنوب شرقی ترکیه بودند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه رأی خود را بعد از ظهر یکشنبه در یک حوزه رأی محله اسکودار استانبول به صندوق انداخت. او در جمع خبرنگاران گفت امروز ملت ما واقعیت را انتخاب می کند. آقای اردوغان ابراز امیدواری کرد که این انتخابات گامی به سوی دموکراسی بیشتر در ترکیه باشد. او پیشتر نیز گفته بود این انتخابات رأی‌گیری درباره آینده سیاسی ترکیه خواهد بود. مخالفان حزب عدالت و توسعه وابسته به اردوغان طیف گسترده‌ای از نیروهای ملی‌گرا، چپ و اسلامی اصولگرا هستند. مهمترین رقیب حزب حاکم اما حزب جمهوری‌خواه خلق است. رهبر این حزب کمال قلیچدار اوغلو هنگام ریختن رأی به صندوق در آنکارا گفت دموکراسی ترکیه باید تقویت و تصفیه شود. و امیدوار بود که شهرداری آنکارا را از دست حزب عدالت و توسعه خارج کند. شمارش آرا در انتخابات روز یکشنبه شهرداری های ترکیه از شب گذشته آغاز شد. به گزارش رسانه های ترکیه با اعلام اولین نتایج آرا حزب حاکم عدالت و توسعه از دیگران جلوتر است. بیشتر گفته شده بود که این انتخابات به عنوان آزمونی برای میزان محبوبیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر به شمار می رود. همچنین گزارش ها حاکی از میزان بالای شرکت کنندگان در انتخابات بوده است. کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام کرده بود که بیش از 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. اردوغان و حزبش در انتخابات پارلمانی در سال 2011 نزدیک به 50% آرا را کسب کردند. در 3 سال گذشته دولت اردوغان تلاش کرد رسانه های سنتی و اینترنت را کنترل کند، اما پیوسته با مقاومت مردم و احزاب سیاسی مخالف مواجه شد. آقای اردوغان برای کنترل اوضاع در جریان انتخابات یوتیوب و توییتر را نیز مسدود کرد. در طی این 3 سال حزب حاکم عدالت و توسعه در کنار پیشرفت‌های اقتصادی تلاش‌های زیادی برای اسلامی کردن جامعه به خرج داد.
ماجرای فاش شدن فساد مالی در دولت ترکیه از دیگر موضوعاتی بود که بر این انتخابات تأثیر گذاشت. اما جزئیات بیشتر پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی کشور ترکیه را مهستان بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. یکشنبه بزرگ شاید تیتر مناسبی هستش که در روز 3 مارس میتوان برای احزاب سیاسی در ترکیه انتخاب کرد. سرانجام پس از یک سال تنش در فضای سیاسی ترکیه، روز یکشنبه انتخابات محلی در این کشور برگزار شد. بیش از 52 میلیون نفر از واجدین شرایط در 194 هزار حوزه انتخاباتی در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کردن تا رؤسای شهرداری مناطق خودشون رو انتخاب بکنن. این دوره از انتخابات که در طی یک دهه گذشته به بزرگترین چالش برای حزب عدالت و توسعه تبدیل شده بود، به باور بسیاری از کارشناسان یک رفراندوم بزرگ برای آقای رجب طیب اردوغان و حزب تحت رهبریش بود. احزاب مخالف بسیار امید داشتند که پس از یک دهه بتونن قدرت رو از چنگ حزب عدالت و توسعه بیرون بیارن، یا دست کم آرای این دوره از انتخابات حزب عدالت و توسعه کمتر از دوره قبل باشه. خود آقای اردوغان یک روز پیش از برگزاری انتخابات گفت که از پیروزی حزبش مطمئن هستش و فردا درس بزرگی به افترا زنندگان خواهند داد. حتی در لحظه انداختن رأی خودش به صندوق گفت که امروز مردم ترکیه واقعیت رو انتخاب خواهند کرد. اما آن سوتر کمال قلیچدار، رهبر حزب خلق، جدیدترین حزب مخالف دولت که پیشتر بارها خواستار استعفای آقای اردوغان از قدرت شده بود، در لحظه انداختن رأی خود به صندوق گفت که امروز دموکراسی ترکیه نیازمند تقویت و تصفیه هستش. اما تنها چند ساعت پس از پایان رأی‌گیری، نخستین نتایج منتشر شده حکایت از پیشتازی حزب عدالت و توسعه در اغلب شهرها رو داشت، برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها. تا لحظه تنظیم این گزارش بیش از 50% صندوق‌ها باز شده و مورد شمارش قرار گرفته و آخرین اطلاعیه شورای عالی انتخابات ترکیه که در نخستین ساعت روز دوشنبه منتشر شده، حکایت از اون داره که حزب عدالت و توسعه در اغلب شهرها دست بالا رو داره، از جمله در شهر استانبول با 48%، آرا در شهر آنکارا با 46%، تنها در سومین شهر بزرگ ترکیه حزب خلق هستش که پیشتاز است با 53% آرا. ولی همونطور که گفتیم در اغلب شهرها در واقع حزب عدالت و توسعه تونسته آرای بیشتری رو کسب بکنه. به این موضوع هم اشاره بکنیم که حزب کردی صلح و دموکراسی در منطقه دیاربکر تونسته 53% آرا رو کسب بکنه، بالاتر از دو حزب بزرگ و رقیب. متاسفانه امروز هم در جریان برگزاری انتخابات زد و خوردهای میان طرفداران و مخالفان دولت در گرفت که منجر به کشته شدن 6 تا 8 نفر هم شد. اما رسانه‌ها در ترکیه بر اساس قانون تا پیش از ساعت 6 عصر حق هیچ گونه پیشبینی، تخمین یا تفسیری رو در این زمینه نداشتن. به ویژه پس از ساعت 9 شب که نخستین نتایج انتخابات منتشر شد، اونها هم سعی کردن این مسئله رو با شدت و عدت خاص خودش بازتاب بدن. با دعوت از کارشناسان و تحلیلگران خودشون به صورت گسترده به این موضوع پرداختن. آقای اردوغان هم در آخرین ساعت شب در شهر استانبول در میان هواداران خودش حضور پیدا کرد، از اونها تشکر کرد و یک سخنرانی نسبتاً طولانی رو داشتن. در بخش زیادی از این سخنرانی به انتقاد از جماعت گولن و همینطور احزاب مخالف فرختن و گفتن که این احزاب به روش‌های مختلف سعی کردن که به او و همکارانش در طی مدت تهمت و افترا بزنن. همینطور نکاتی رو هم در این زمینه خطاب به کشورهای اروپایی و غربی گفتن و در نهایت گفتن که امروز مردم ترکیه پیام بزرگی رو به دنیا دادن و گفتن که اونها اینجا حضور دارن. بر روی همونطور که گفتیم، حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی با کسب آرای نسبتاً زیادی به پیروزی رسید و یک بار دیگه تونست که موقعیت خودش رو در عرصه سیاسی ترکیه تثبیت بکنه و راه رو برای ریاست جمهوری آقای اردوغان هم شاید تا حدود زیادی باز کرد. و قطعاً انتخابات برگزار شده در روز یکشنبه ترکیه تأثیرات خاص خودش رو هم میتونه بر شرایط و تحولات منطقه و خاورمیانه بگذاره. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، از احضار خانم ستوده به نهادهای امنیتی خبر داد. رضا خندان گفت
همراه همسر و دو فرزندش ظهر یک شنبه در بازار شهر دزفول مشغول خرید بودند که فردی تلفنی با خانم ستوده تماس گرفت و با لحنی بی‌ادبانه او را به نهادهای امنیتی احضار کرد. آقای خندان گفت همسرش که خود وکیل است احضار شفاهی را غیرقانونی دانسته و از مراجعه خودداری کرده است. آقای خندان درباره علت احضار همسرش توضیحی نداد. احتمال داده می شود احضار نسرین ستوده با انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی حاوی انتقادهای اخیر او از تداوم فشارهای سیاسی و اجتماعی در ایران مربوط باشد. حمیدرضا مقدمفر معاون فرهنگی سپاه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت نباید دغدغه مسئولان فرهنگی کشور رفع فیلتر فیسبوک باشد. وی افزود که باید مسئولانی را که همکنون در غفلت هستند را از بسیاری موضوعات فرهنگی و اقتصادی هوشیار کنیم. معاون فرهنگی سپاه پاسداران همچنین برخی از مسئولان جمهوری اسلامی را به تلاش برای نفوذ یک جریان انحرافی در عرصه فرهنگی متهم کرده و گفته است که باید با این افراد مقابله کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته استفاده از شبکه‌های اجتماعی خلاف قانون نیست و هیچ قانونی عضویت در این شبکه‌ها را منع نکرده است. آقای رحمانی فضلی در گفتگو با روزنامه همشهری گفته شبکه‌های اجتماعی تنها از لحاظ فنی مسدود شدند. وزیر کشور گفته قانونی درباره دور زدن فیلترینگ و دسترسی به این شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد و کمیته‌ای که مسئول این کار است عضویت در این شبکه‌ها را جرم نمی‌داند. دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ایران بدون استفاده از فیلتر شکن امکان پذیر نیست و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی عضویت در این شبکه‌ها را جرم می‌دانند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری را به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل انتخاب کرد. او در مهر ماه سال گذشته به سمت معاونت سیاسی دفتر رئیس جمهوری منصوب شد. حمید ابوطالبی که پس از انقلاب 57 وارد دستگاه دیپلماسی ایران شد، پیشتر سفیر ایران در بلژیک، ایتالیا، استرالیا و اتحادیه اروپا بود و سوابقی چون مشاور وزیر، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه و عضویت در شورای استراتژیک این وزارتخانه را در کارنامه خود دارد. رسانه‌های ایران پیش از این از انتظار طولانی سفیر جدید ایران در سازمان ملل برای صدور ویزای آمریکا خبر داده بودند. بلومبرگ در گزارشی از بررسی مسئله ارتباط ابوطالبی و واقعه گروگانگیری توسط دولت آمریکا برای تصمیم گیری در رابطه با صدور ویزای وی خبر داد. محمد خزائی سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در اسفند ماه سال گذشته به ایران بازگشت است. در حالی که پیشتر مقامات ایران تاکید کردند حامل‌های انرژی به زودی افزایش نخواهد یافت، معاون رئیس جمهور ایران میگوید در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حدود 25% افزایش خواهد یافت. در همین راستا پیشتر نیز شماری از نمایندگان مجلس و همچنین صاحب نظران اقتصادی نسبت به پیامدهای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش بهای حامل‌های انرژی هشدار داده بودند. اسحاق جهانگیری همچنین گفت سال گذشته تعداد کسانی که یارانه گرفتند بیشتر از جمعیت ایران بوده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت بر اساس آخرین آمار در بهمن سال گذشته 77,384,000 نفر در کشور یارانه دریافت کردند که این تعداد بیشتر از جمعیت ایران است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین گفت در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی به جز یکی دو مورد در حدود 25% خواهد بود. جهانگیری ضمن اعلام این خبر اما در عین حال گفت به دلیل شرایط اقتصادی کشور در فاز دوم هدفمندی یارانه ها شوک قیمتی به حامل های انرژی وارد نخواهد شد. جهانگیری گفت اقتصاد کشور با 40% تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها را نخواهد داشت. وی همچنین افزود که طرح هدفمندی یارانه ها در مرحله اول با کمبود منابع مالی در پرداخت یارانه نقدی مواجه شد. معاون رئیس جمهوری ایران افزود
بر اساس قانون مقرر شده بود پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت گیرد و این در حالی است که از محل این افزایش تنها 900 هزار میلیارد ریال درآمد ایجاد شد. وی اضافه کرده است تا پایان سال 92 1300 میلیارد ریال یارانه نقدی به مردم پرداخت شد و ما به تفاوت این میزان به مبلغ 400 هزار میلیارد ریال از محل بودجه دولت تأمین شده است. به گفته معاون رئیس جمهوری ایران با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای ساماندهی وضعیت درمان کشور اختصاص خواهد یافت. جهانگیری همچنین گفت که گام دوم هدفمندی یارانه ها باید با جدیت پیگیری شود. در همین راستا سازمان هدفمندسازی یارانه ها روز یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی از 20 تا آخر فروردین 93 و بر اساس عدد سمت راست شماره ملی افراد انجام می شود. اظهارات معاون رئیس جمهوری در حالی است که پیشتر کارشناسان نسبت به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هشدار داده و گفته بودند با اجرای این طرح هر چقدر هم دولت اطمینان بدهد باز هم افزایش حامل های انرژی ناگزیر خواهد بود. فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در همین رابطه گفته بود که اجرای دوم فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها برای کشور پرمخاطره خواهد بود. به گفته این اقتصاددان دولت در ایران خود بزرگترین مصرف کننده و سرمایه گذار در اقتصاد است و در صورت اعمال سیاست های تورمزا و شوک درمانی دولت بیش از سایر بخش ها باید هزینه کند. حسین راقفر دیگر کارشناس اقتصادی نیز با هشدار درباره افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی تبعات اجتماعی این اقدام را وحشتناک دانسته است. حسین راقفر معتقد است که اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بهترین شیوه هم مدیریت شود، افزایش شدید قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که شمار دیگری از کارشناسان اقتصادی مانند سعید لیلاز میگویند برای اینکه کشور از لبه پرتگاه دور شود چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست. بر پایه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دولت ایران در ازای قطع یارانه برخی کالاهای اساسی به ویژه انرژی ماهانه مبلغی به خانواده‌ها می‌پردازد، اما اجرای این طرح همواره با فریز و نشیب‌هایی همراه بوده است. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 27 بهمن تصویب کرد که دولت حسن روحانی از ابتدای سال 93 مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. حال دولت حسن روحانی در یک دوراهی قرار دارد. اگر این طرح را اجرا کند، ناگزیر است حامل‌های انرژی را افزایش دهد که خود موجب تورم خواهد شد و اگر هم اجرا نکند، کاری خلاف قانون انجام داده است. از سوی دیگر هم دولت برای پرداخت یارانه‌ها با کمبود بودجه مواجه است و امیدوار است با طرح خوداظهاری یارانه‌ها که از 20 فروردین ماه آغاز می‌شود، مردم خود از گرفتن یارانه‌ها انصراف دهند. نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه مذاکرات درباره آزادی چهارمین گروه اسرای فلسطینی در جریان است، تأکید کرد آزادی این گروه بدون هزینه و رایگان نخواهد بود. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه هفتگی هیئت دولتش با بیان اینکه مذاکرات درباره آزادی اسرای فلسطینی همچنان در جریان است و ممکن است تا چند روز آینده ادامه پیدا کند، گفته در صورت دستیابی به توافقی در خصوص آزادی چهارمین گروه از اسرای فلسطینی، این موضوع به رأی کابینه گذاشته خواهد شد. این در حالی است که صائب اوریقات، مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطینی، اعلام کرده بود که راه آزادی این اسیران بسته نشده است. بر اساس این گزارش، اسرائیل پیشنهاد آزادی 420 اسیر فلسطینی را در صورت موافقت رام الله با تمدید مذاکرات تا پایان سال جاری را ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد، تل آویو خود نام این 420 اسیر فلسطینی را انتخاب می‌کند.
نتیجه انتخابات شهرداری‌های فرانسه نشان می‌دهد که حزب سوسیالیست به رهبری فرانسوا اولاند رئیس جمهوری 42% آرا را به دست آورده، در حالی که حزب مخالف دولت با 49% برنده این انتخابات بوده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، شهرهای با بیش از 10,000 نفر جمعیت به نامزدهای حزب راستگرای OMP حزب مخالف دولت رأی دادند و سوسیالیست‌ها بسیاری از کرسی‌های خود را در انتخابات شهرداری‌ها در سال 2008 را از دست دادند. در خصوص انتخابات شهرداری‌های فرانسه و شکست حزب حاکم، نظر خبرنگار ما محمد رضا شاهید را از پاریس جویا شدم و از ایشان پرسیدم پیام شکست حزب سوسیالیست فرانسه در این انتخابات برای آقای اولاند چطور بوده؟ همونطور که میدونید، با اینکه انتخابات شهرداری‌ها توسط خود مردم و ساکنین شهری برگزار میشه و ربطی هم نداره مستقیماً به سیاست کشور، اما گفته شما از اونجا درسته که نتایج دلایل خودش رو هم با خودش داره. رئیس جمهوری که حدوداً 25% محبوبه آقای اولاند، شهرداری پاریسش همچنان در اختیار چپ میمونه که حالا اونم دلیلش رو خواهم گفت خدمتتون، اما نارضایتی در سطح کشور از حدود 40% به 54% به سمت حزب راست میرود. چرا؟ به این دلیل که مردم از دولت سوسیالیست راضی نیستند و همونطور که در شماره امروز فیگارو مشاهده میکنید، احتمال ترمیم کابینه بیشتر از هر زمان دیگر مطرح است. نام دو نامزد احتمالی، وزیر کشور و وزیر خارجه کنونی، احتمال نخست وزیری رو از پیشنهادش رو از طرف آقای اولاند دارند. اما جدا از اتفاقاتی که در امر انتخابات شهرداری افتاده و احزاب راست موفق شدند، باید دید که حزب راست آقای شیراگ حتی بعد از اینکه نخست وزیر بود و قبل از اینکه رئیس جمهور باشه سالها شهردار بود و شهردار کنونی آقای برتران دولانوئه از حزب سوسیالیست دو بار با محبوبیت 62% مقام خودش رو ترک میکنه. اگرچه خانم ایدالگو نامزد شهرداری که موفق شد از حزب سوسیالیست با 53% بر رقیب راست خود خانم موریزه با 44% برنده بشود، اولا یک شهردار زن جای شادمانی برای همه مدافعین حقوق زن، و دیگر این که در این حال اینکه مردم تک به تک برای شهرداری خود رأی دادند، سیاست کشور رو هم مد نظر قرار دادند. اما چند نکته بسیار کوتاه. جوانترین شهردار 22 سال است. رئیس جمهور پیشین آقای سرکوزی در 28 سالگی رئیس جمهور شد، اما امسال رکورد شکسته شد و جالب این است که در شهر جوویزینی که 40 سال نامزد چپ داشت به یک نامزد 22 ساله حزب راست روبن ردا هست اسم این جوان. نکته دوم، آقای روبر منر سالها دبیر گزارشگران بدون مرز از حزب چپ اینک با حزب افراطی راست در شهر بزیه انتخاب می شود. در مورد شهرداری و انتخابات شهرداری به خصوص در سطح فرانسه بسیار می شود گفت، اما همونطور که حدس می زنید فرانسه و مردم فرانسه یکی از سیاسی ترین مردم‌های ملت‌های در واقع کشورها هستند و آنچه که مردم فرانسه تعیین می‌کنند هم برای سرنوشت خودشون هم برای سرنوشت کشورشون درستی است که امیدواریم در سایر کشورها هم دیده بشه، شنیده بشه و تکرار بشه. بیش از 100,000 معترض تایوانی روز یکشنبه 3 مارس طی یک کمپین 2 هفته‌ای در اعتراض به یک معاهده تجارتی بین چین به خیابان‌های تایپه پایتخت این کشور آمدند. موضوع این معاهده باعث اعتراض مردم و فشار بر رهبر این جزیره شده است. این بزرگترین تظاهرات تایوان پس از جنگ داخلی این کشور و جدایی آن از چین در حدود 6 دهه پیش بوده است. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین برای دیدار رسمی 3 روزه از بلژیک به بروکسل رفت. رئیس جمهوری چین با نخست وزیر، پادشاه و ملکه بلژیک دیدار کرد. قرار است او امروز دوشنبه در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل با مقام‌های ارشد این اتحادیه نیز دیدار کند. این اولین بار است که رئیس جمهوری چین از مقر اتحادیه اروپا بازدید می‌کند. رئیس جمهور چین پیش از ورود به بلژیک از هلند، فرانسه و آلمان دیدار کرده بود و ضمن شرکت در نشست امنیت هسته‌ای در هلند با باراک اوباما نیز گفتگو کرده بود.
مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان که زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی است، اخیراً سامانه همسانگزینی را راه اندازی کرده است. به گزارش وبسایت خبری تحلیلی پارسینه، تبیان درباره این طرح نوشته است: در طرح همسانگزینی تبیان گامی نوین در زمینه ازدواج آسان برای جوانان برداشته است و موجبات ورود واسطه های خیر در امر ازدواج را به عرصه فناوری اطلاعات فراهم کرده است. ماموران نیروی انتظامی شهرستان دیر طی یک عملیات پلیسی و به اشتباه یک مزرعه گل شقایق را به جای بوته های خشخاش از بین بردند. روز هفتم فروردین فرمانده انتظامی شهرستان دیر به خبرگزاری ایرنا گفته بود پس از بررسی و انجام عملیات پلیسی یک مزرعه خشخاش در شهرستان بردستان از توابع شهرستان دیر از سوی ماموران این فرماندهی کشف شد. سرهنگ حمید خضری تنگستانی همچنین گفته بود در این مزرعه 400 بوته خشخاش توسط دو تبعه افغان کشت شده بود. پس از اعلام این خبر، یک مقام نیروی انتظامی در شهرستان دیر در اظهاراتی دوباره خبر داد که مزرعه‌ای که در شهر بردستان کشف شده بود خشخاش نبوده، بلکه نوعی گل شقایق بوده که به اشتباه در گزارش ماموران انتظامی خشخاش عنوان شده است. سه جوان بر اثر مصرف مشروبات الکلی در شهرستان بابلسر استان مازندران جان خود را از دست دادند. سایت بلاغ در این خصوص به نقل از یک منبع آگاه گفت جسد این سه جوان با میانگین سنی 20 تا 25 ساله در پارکینگ سوم بابلسر در یک چادر مسافرتی کشف شد. سال گذشته نیز در شهرستان رفسنجان در استان کرمان بیش از 40 نفر بر اثر استفاده از نوشیدنی الکلی مسموم جان خود را از دست دادند. مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران میگوید که با توجه به کمبود ذخیره سدها قطع آب مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس پیشبینی ها تامین آب مورد نیاز ایران در نیمه دوم سال 1393 با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. دلیل این رخداد کمبود بارندگی در سه ماه اول و اختصاص بخش عمده این آب برای مصارف کشاورزی عنوان شده است. خسرو ارتقایی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، نسبت به افت شدید ذخیره آب در سدهای لار و لطیان هشدار داده و گفته اگر مردم استانهای تهران و البرز در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، با مشکل مواجه خواهیم شد. به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ارتقایی گفته که ذخایر آب قابل برداشت سدهای لار و لطیان در شرق تهران تنها 35 میلیون متر مکعب و ذخایر مشابه سدهای امیرکبیر و طالقان 120 میلیون متر مکعب است. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران از کاهش بارش برف و باران در استانهای تهران و البرز خبر و هشدار داده است. اگر مردم در مصرف آب صرفه‌جویی جدی نکنند، مجبور خواهیم بود فشار آب را کاهش دهیم. همچنین قطع آب مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار دارد. حمیدرضا تشیعی، معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب، در آخرین روزهای سال 1392 گفته بود که به دلیل تداوم خشکسالی 500 شهر در کشور دچار بحران کم آبی شده است. در ششم بهمن سال گذشته نیز حمید چیچیان، وزیر نیرو، با هشدار نسبت به اینکه روز به روز به سمت بحران آبی در حرکت هستیم گفت همکنون ایران در مرحله تنش آبی قرار دارد و سطح آبخانهای کشور نیز حدود 20 متر افت کرده است. او تاکید کرده بود چنانچه هرچه سریعتر در زمینه مدیریت بهینه منابع آب مبتنی بر اصول مدیریت یک پارچه منابع آب استفاده از پسابها و ذهابها، فناوری‌های نوین و استفاده از منابع نامتعارف آب در استحصال و مصرف آب و بسیاری موارد دیگر اقدام نکنیم، به طور یقین هم در مبحث توسعه دچار عقب ماندگی خواهیم شد و هم در بخش توسعه آب و تأمین آب شرب. این حیاتی ترین ماده برای زندگی بشر دچار مشکلات عدید خواهد شد. بحران آب در ایران ظرف چند سال گذشته به شرایط هشدار دهنده‌ای رسیده است. ایران در منطقه‌ای خشک از جهان قرار دارد و بسیاری از مساحت آن را بیابان فرا گرفته است. با وجود این، بحران خشکسالی، کاهش بارش و آنچه مدیریت و استفاده نادرست از منابع آبی موجود عنوان شده،
به خشک شدن بسیاری از دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب های حیاتی ایران در سالهای اخیر منجر شده است. و اما آخرین خبر، خبرگزاری حج وبسایت رسمی حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت گزارش داده که موجی از نگرانی در میان دستاندرکاران بعثه مقام معظم رهبری و مدیران فرهنگی این نهاد ایجاد شده است. دلیل این تشویش وبگردی‌های طولانی مدت و گسترده زائران ایرانی در سفر حج اعلام شده و مسئولان فرهنگی هتل‌ها در صدد چاره‌اندیشی هستند. همچنین عنوان شده که عمره‌گذاران به ویژه اقشار جوان و نوجوانان با تجمع‌های طولانی مدت در لابی‌ها و نقاط زیرپوشش اینترنت سریع هتل‌ها بیشتر اوقات خود را به گشت و گذار در جهان مجازی می‌گذرانند. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین در این بخش خبری. تا دقایق دیگر بیننده برنامه صفحه یک ما خواهید بود. شب و روز خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.